ممنونم خانم اردلان عزیز، سلام به شنوندگان عزیز و دوستانی که از طرف زوم و همچنین اینستاگرام لایو با ما هستن. مرسی مثل همیشه برای این وقتی که به ما میدین که برای مسائل مهم مربوط به تحریم ها که واقعا تاثیر زیادی دارن میذاره روی زندگی ایرانی آمریکایی هایی که اینجا هستن یا ایرانی هایی که داخل ایران هستن. هیچ کس هم هیچ کار تجاری انجام نمیده، منتها این تحریم ها انقدر وسیع هستن که متاسفانه خیلی محدودیت هایی به وجود اومده که ما حتی کارهای خیلی معمولی هم میخوایم انجام بدیم ممکنه خدای نکرده برخلاف این قوانین عمل میکنیم. برابری ممنونم از وقتی که به من میدین که میتونیم بیایم یه مقدار راجع به این صحبت ها راجع به این مسائل صحبت کنیم و سوالایی که دوستان دارن رو بتونیم جواب بدیم. عالی. اول از همه برامون بفرمایید تا وقت تا جایی که این تحریم ها مطرحه اصلا یو اس پرسن به چه کسی میگن؟ این یک سوال خیلی مهم هست به خاطر اینکه برخلاف قوانین دیگه آمریکا از جمله قوانین مهاجرت آمریکا وقتی که ما طبق تحریم‌های اقتصادی میگیم US person یعنی شخصی که خب تبعیت آمریکا رو داره، ساکن آمریکا هست، برابری میشه سیتیزن آمریکا، میشه کسی که گرین کارت داره، علاوه بر اینکه کسی که ویزا داره و داخل خاک آمریکا هست. یعنی اگر شما ویزا دارین، ویزای دانشجویی، ویزای توریستی، اومدین تو خاک آمریکا، طبق تحریم‌های اقتصادی یک US person حساب میشین. همچنین اگر شما کورپوریشنی دارین، کمپانی دارین، انتیتی دارین که در آمریکا فرم شده و زیر قوانین آمریکا فرم شده، شما هم یک US person حساب میشین. و همچنین اگر یک US entity هستش که یک foreign subsidiary داره، یعنی کمپانی خارج از آمریکا داره. بنابراین این کلمه US person خیلی وسیع‌تره تا اینکه مثلا تو مهاجرت خیلی موقع US person محدود به همین شخصیه که مثلا داخل آمریکا هست یا ساکن آمریکا یا رزیدنسی آمریکا رو داره. خیلی از کسانی که با دفتر ما هم تماس میگیرن اشتباهاً فرض میکنن که US person یعنی green card holder دیگه US person نیست، فقط شخصی که پاسپورت آمریکایی رو داره، در صورتی که اینطور نیست. US person حتی محدودیت میذاره رو کاری که یک شخصی که با هر گونه ویزای داخل خاک آمریکا هست. برابر این حتما اینو در نظر داشته باشین. وقتی که صحبت تحریم‌های اقتصادی میشه US person یعنی هر کسی که داخل خاک آمریکا هستش و ویزا green card holder و یا اگر خب سیتیزن هستین که طبیعتاً US person حساب میشه. توی فرایند ما ایرانی‌ها خیلی رسمه که ما پدر و مادرها در طول زندگیمون اگر ملک یا پولی داریم به بچه‌مون بدیم، بگیم ارث رو زودتر در اختیارشون میذاریم. ولی آیا در زیر قانون آمریکا این به عنوان هدیه یا گیفت مطرح میشه یا به عنوان ارثیه؟ خانم یزدانیار عزیزم، این یک مسئله خیلی مهمه که ما خیلی تازگی برامون پیش اومده. یعنی کلاینت تماس میگیره و میگه که من یه ارثی به من رسیده، بعد توضیح میده، بعد میگه که خب بعد کم که صحبت میکنم متوجه میشیم که نه، اون شخصی که اینو منتقل کرده به ایشون هنوز در غیر حیاته، یعنی هنوز هستن. ممکنه که توی فرهنگ ایرانی ما چیزی که در نظر میگیریم این هستش که اگه یکی از عزیزانمون میخواد یک چیزی رو، خدای نکره روزی که رفتن، یه چیزی رو به ما بدن، الان که هستن اینو به ما میبخشن. چرا؟ به خاطر اینکه برای مسائل انحصار وراثت رو دیگه نمیخوان انجام بدن، دیگه مثلا مسائل مالیات بر ارث ممکنه نباشه. ولی طبق قانون آمریکا هم برای پرپس تکس و IRS مسائل مربوط به مالیات، هم برای تحریم‌های اقتصادی این در واقع inheritance حساب نمیشه، ارث حساب نمیشه اگه هنوز اون شخص زنده هست. این میشه یک هدیه یا بهش میگن یک inter vivos gift، یعنی یک شخصی داره به شما هدیه میده. و این برای تحریم ها خیلی مهمه، برای اینکه یک سری مبادلات مالی با ایران اگر از طریق ارث به شما رسیده باشه مجازه، از جمله فروش زمین، خونه، ملک، پراپرتی، هر چیزی که به شما ارث رسیده باشه وقتی که شما US person بودین، یعنی یک شخص فوت شده و این دارایی به شما رسیده، فروش اون دارایی و انتقال اون پول به آمریکا مجازه. ولی اگر اینو کسی به شما هدیه داده باشه،
این دیگه مجاز نیست. طبق تحریم‌های اقتصادی یک شخص آمریکایی که باز برمیگردم شخص آمریکایی یعنی کسی که گرین کارت داره، سیتیزن هست یا داخل خاک آمریکا هست و اگه گرین کارت دارین هر کجای دنیا هستین یا سیتیزن هستین هر کجای دنیا هستین، حتما این نیستش که باید داخل آمریکا باشین. سو اگر به شما کسی بخواد هدیه زمین بده، ملک بده یا ریل پراپرتی بده، به این میگن یک inter vivos transfer of title، یعنی یک ترانسفر که وقتی که یک شخص زنده هست داره به شما هدیه میده. طبق تحریم‌های اقتصادی شما اجازه ندارین این هدیه رو دریافت بکنین و یا دارایی به اسم شما بشه وقتی که شما US person هستین بدون جواز خاص از سازمان اوفاک. برای این نکته خیلی مهمه. اگر ارث قراره به شما برسه، خب این باید از طریق وصیت‌نامه باشه یا از طریق یک اینسترومنتی که نشون میده کنترل شما روی این پراپرتی موقع اتفاق میفته که یک شخص فوت میشه، این ارث حساب میشه. ولی اگر در غیر حیات کسی بخواد به شما هدیه زمین یا هر چیز دیگه بده، از قبل باید مجوز درخواست بکنین و جواز بگیرین که بتونین اینو دریافت بکنین. ممکنه اون لحظه که این گیفت انجام میشه مسئله براتون پیش نیاد، ولی اگه پس فردا بخواید برگردین این پراپرتی رو بفروشین، فقط فروش پراپرتی که ارث به شما رسیده طبق جوازهای کلی مجازه. برای من میدونم هم که این خیلی مسئله مهمیه الان توی ایران، مخصوصا به خاطر خب بالاخره نامشخص بودن وضع اقتصادی ایران. خیلی ها هستن دلشون میخواد موقعی که هستن هر چیزی که دارن رو منتقل بدن به عزیزانشون که خدای نکرده اتفاقی براشون بیفته، دیگه از نظر مالیات برای ارث و انحصار وراثت و اینا مشکلی براشون پیش نیاد. اگر شما یک شخص آمریکایی هستید که میخواین دارایی به نامتون بشه و یا داخل ایران هستین و میخواین چیزی به نام عزیزانتون که یک شخص آمریکایی هستن انجام بدین، اول مطمئن بشین که قانونی هست و قدمای قانونی رو بردارین و جوازهای لازم و اول از سازمان اوفاک به دست بیارین. از اون طرف کش یا پول اگر کسی بخواد به شما هدیه بده از ایران، اون مسئله نیست. هدیه دادن پول شخصی که ارتباط تجاری به ایران نداره مسئله نیست. فقط بعد در نظر داشته باشین کسی که داره این هدیه رو به شما میده نباید یک شخص آمریکایی باشه. چرا؟ برای یک شخص آمریکایی نباید توی ایران حساب بانکی داشته باشه، نباید توی ایران کار تجاری داشته باشه. سوال پیش میاد منبع اون پول چی بوده؟ برای من این چیزایی هستش که باید حتما در نظر داشته باشین وقتی که میخواین چیزی به نامتون بشه، حالا یا میخواد نقد براتون بفرستن یا زمین ملک خونه ریل پراپرتی به نامتون بکنن. عالی. دوستان به خانم مهرنوش یزدانیار وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا گوش میکنید که فعالیت‌های دفاتر حقوقیشون رو در 11 سال گذشته روی همکاری با اوفک و گرفتن اجازه نامه های ویژه برای عزیزان که مایل به آوردن پول از ایران هستند اختصاص دادم. تلفن تماس اگر مایلی در مورد شرایط خاص خودتون با ایشون صحبت و مشاوره ای داشته باشید 310-780-6360. توصیه میکنیم قبل از هر اقدامی اول از قوانین آگاهی پیدا بکنید که بعد خودتون به درد سر نندازید. 310-780-6360 در خدمت اختیارتون خواهد بود. برامون بفرمایید خانم یزدانیار که اگر افراد منتظر پول، دریافت پول از ایران هستند، چه مراحلی رو باید طی بکنن و چه کارهایی باید انجام بدن از قبل؟ حتما. این خب خیلی طبیعیه، الان خیلی از دوستانی که با ما تماس میگیرن میخوان از ایران براشون پول بیاد و میپرسن خب من چه قدمایی باید بردارم. برای من الان اینو برای شما خیلی سیمپلیفای میکنم در 4 قسمت هست، 4 تا قدم مهم. قدم اول یا استپ اول این هستش که مطمئن بشین منبع پول شما مجاز هست یا نه. آیا سازمان اوفاک، آیا دولت آمریکا برای کاری که میخواین انجام بدین یک جواز کلی صادر کرده؟ جواز کلی یعنی داره توضیح میده که کاری که دارین انجام میدین مجازه برای کارهایی که دولت آمریکا، سازمان اوفاک میگه که برخلاف هدف تحریم ها نیست، به نفع آمریکا هست. برابر این ما میگیم یک سری کارها برای تمام US persons مجازه، از جمله دریافت کردن پول خانوادگی به عنوان هدیه یا گفت،
یا ارث و فروش زمین، خونه، ملک، هر گونه ریل پراپرتی یا وسیله شخصی پرسونال پراپرتی که ارث به شما رسیده یا قبل از اینکه گرین کارت گرفتین اینو داشتین. اگر کاری که میخواین انجام بدین تو چارچوب جواز کلی قرار نمیگیره، برابر این مجاز نیست، باید حتما از سازمان اوفک جواز خاص بگیریم برای پرونده خودتون که اجازه به شما بدن که اون کاری که میخواین انجام بدین رو انجام بدین. تو قدم اول مطمئن بشین منبع پولتون مجازه و این قانونی هست طبق قوانین اوفک، یا باید برین اجازه خاص بگیرین یا specific license بگیرین. دومان، اگر اون مدارک لازم رو به دست آوردین، میرسیم به قسمت انتقال پول. بستگان شما، عزیزانتون، شخصی که میخواد از ایران این پول رو برای شما بفرسته، باید مطمئن بشین که از کانالای قانونی میاد. خب همه الان میدونن دیگه نمیشه شما برین توی بانک ایران از بانک به بانک پولی حواله کنین. باید برین به صراف پول بدین، ریال میدین، ارز میخرین و اونها در آمریکا ارز رو به شما تحویل میدن. نکته ای که بسیار مهمه این هستش که شما باید با صرافی کار کنین که پول شما رو از کشور سوم، از یک third country bank، از یک کشور سوم میفرستن، نه از داخل آمریکا. تحت هیچ عنوان شما نباید پولی که داره از ایران میاد از داخل آمریکا به حساب شما واریز بشه، نه از طریق domestic wire، یعنی حواله داخلی که بانک به بانک میشه wire transfer، نه از چکی که یک شخص میره توی بانک به حساب شما میریزه، نه از طریق cashier's check، cash. اینا هر گونه پولی که از داخل آمریکا میخوام به شما تحویل بدن غیر قانونیه و طبق تحریم ها مجاز نیست. برابر این، قدم دوم اینه که مطمئن بشین که با صرافی دارین کار میکنین که پول شما رو از یک کشور سوم داره حواله میکنه و نه از داخل آمریکا. قدم بعدی که فکر میکنم probably از همه چیز مهمتره، برای اینکه باید حتما به بانکتون اطلاعات لازم که اثبات کنین که این پول قانونی داره وارد حسابتون میشه و منبعش قانونی است و ارائه بدین، نه به برانچتون، به اون مرکز کمپلاینس. همه بانکای آمریکایی الان یه مرکز، یه دپارتمنت دارن که تمام مسئولیتشون این هستش که مطمئن بشن پولی که برای کلاینتاشون وارد حسابشون میشه، این پول طبق تحریم‌های اقتصادی مجازه، طبق قوانین بانکداری آمریکا، طبق قوانین ضد پولشویی. اینا همه چیزایی هستش که اینا باید اوکی کنن. برابر این، وقتی که شما داره پولی برای شما میاد، باید مطمئن بشین که اون مرکز بانک که مسئول ریلیز کردن و ریویو کردن های این حواله ها هست، اطلاعات لازم راجع به این ترانزکشن ها داشته باشه. سوالی که خیلی موقع پیش میاد این هستش که خب شما به اوفک هم گزارش میدین و سازمان تریجری آمریکا که مسئول تحریم ها هستن، و جواب هستش که اگر لازم باشه جواز خاص بگیریم، خب میگیریم. اگر نه، دارین طبق جواز کلی پول میاریم، یا وقتی که از دولت جواز گرفتین، مهمترین نکته اینی که شما باید به مرکز کمپلاینس این بانک این اطلاعات رو بدین، این مدارکی که اثبات میکنه که منبع پولتون قانونیه رو بدین، برای اینکه بانک اون انتیتی هستش که شما رو به دولت ریپورت میکنه، ولی اوفک دسترسی به حساب بانکی شما نداره. درست مثل IRS، بانک که به IRS شما رو ریپورت میکنه، به اوفک هم ریپورت میکنه اگه یه پولی بیاد و ندونن منبعش چیه، یا اون پول رو برگشت میزنن یا حساباتون رو بلاک میکنن. برای این اول مطمئن بشین منبع پولتون مجاز بوده، دومن و جوازهای لازم رو گرفتین اگه لازم باشه، دومن از کانال قانونی داره براتون پول میاد، برابر این از یک کشور سوم و نه از داخل آمریکا. سومین استپ این هستش مطمئن بشین که به مرکز کمپلاینس بانکتون مدارک مربوط به قانونی بودن این پول ارائه داده شده. من خیلی‌ها میگن خب من اصلا مجوز داشتم، میگم خب اون شخصی که براتون این جوازو گرفت اینو به بانک داد یا نه؟ گفت نه، گفتش نگه دارین اگه مسئله پیش بیاد. خب این اصلا درست نیست. تمام هدف ما این هستش که از قبل اطلاعات لازمو به بانک بدیم که وقتی که این پول بیاد بانک دیگه اینو برگشت نزنه، یا اگه سوالی پیش بیاد از ما بپرسه شما X به ما دادین، این مدرک رو دادین، خب این چی شد، اینش کمه، اونش کمه و اینا. برای این حتما باید قبل از اینکه این پول به حسابتون واریز میشه این مدارک لازم به بانک ارائه داده بشه. و آخرین استپ، استپ چهارم اینه که
ببینیم وقتی که پول به حسابم واریز شد از کانال درست واریز شد یا نه. ما خیلی موارد داشتیم که صراف گفت از کشور سوم میاد، ولی وقتی که پول به حساب شما از داخل آمریکا واریز شد مسئله پیش اومد. کلاینت ها نگاه میکنن به ما میگن، بعد ما به بانک تماس میگیریم و قدم های لازم رو برمیداریم که بعدم پس فردا برای شما مسئله قانونی پیش نیاد. این چهار تا استپ هستن که هر کسی که میخواد از ایران پول بیاره اگه طبق اینا عمل کنه ریسکی که مسئله براشون پیش بیاد و خیلی کمتر میکنه. عالی دوستان. اطلب دیگه که هست اگه برامون بفرمایید، وقتی که تمام این مجوزها رو گرفتن و اجازه ها رو گرفتن و پول قانونی داره میاد آمریکا، حالا پول خانوادگی یا فروش ملک یا هر چی، آیا باید بعد از دریافتش اوفک و آیاره اداره مالیات آمریکا گزارشی بدن یا نه؟ بله ببینیم، از نظر اوفک وقتی که شما جوازهای لازم رو گرفتیم دیگه لازم نیستش که ما بریم گزارش جدایی بدیم یا کار دیگه انجام بدیم. اگه طبق جواز کلی داریم پول میاریم، یعنی کاری که دولت گفته مجازه، باید به بانک ریپورت بدیم که بانک هم بدونه این منبع این پول قانونی بوده، مدارک لازم رو داشته باشه که خودش رو پروتکت کنه که مسئله هم برای شما پیش نیاد و بتونه این پول رو پروسس کنه و این پول رو به حساب شما واریز بکنه. وقتی که کاری بخواین انجام بدین که خارج از این چارچوب جوازهای کلی هست و براش ما مجوز میگیریم، اون جواز رو باز ما به بانک ارائه میدیم که به بانک گزارش بدیم پول داره میاد، ولی دیگه لازم نیست ما به اوفک ریپورت دیگه بدیم. تنها موردی که مهم هست این هستش که اگر مجوز بخواین بگیرین برای مثلا فرضاً یک شخصی تو ایران حساب بانکی داره که برخلاف تحریم هاست و ما جواز گرفتیم که مثلا این حسابا رو ببندن و نتونستن برن ایران و این حسابا ببندن و این داره جواز داره اکسپایر میشه. معمولاً جوازهای خاص بین یک سال و نیم تا دو سال اعتبار دارن و اینا ما میخوایم دوباره رینیو بکنیم، خب obviously باید به دولت ریپورت بدیم. بعد تو هر مبادلات مالی که شما با ایران دارین سازمان اوفک میگه شما باید وظیفتونه تا 5 سال رکوردهای مربوط به این معامله رو نگه دارید. سو اگر خونه فروختین، موبایل نامه‌ای هست، سندی هست، سند قدیمی هست، مدارکی که اثبات کنه این خونه کی به نامتون شد، کی براتون این پولو فرستاد، صرافی که فرستاد. متاسفانه پایان وقت رسیدیم. شما میدونین دیگه خانم اردلان، میدونین من که دیگه میرم تو خط اوفک دیگه نمیشه جلوی منو بگیرین، ولی ممنونم، مرسی از وقتی که دادین. دعوت میکنم از دوستان برای هر سوال و هر اطلاعاتی با 310-780-6360 خانم مهنوش یزدانی وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال آمریکا تماس بگیرن. ممنون از دوستان.